از شما درباره عمده بحران‌های محیط زیستی در ایران بپرسیم، در حالی که امسال جهانیان توجه خودشون رو بر کم کردن استفاده از پلاستیک گذاشتن. دهه 60 میلادی که پلاستیک تازه اومده بود و یه امید تازه بود برای اینکه تغییرات بزرگی رو به وجود بیاره، ولی الان خودش به یه موزل بزرگ تبدیل شده، به خصوص مثلا مایکرو پلاستیک، اون پلاستیک های بسیار ریزی که وارد سیستم غذایی میشه، سیستم ماهی ها میخورن و بعد مردم استفاده میکنن. خود وقتی که به سال شما میرسیم، مسئله ایران مسئله بسیار بزرگی تو این زمینه داره و متاسفانه مسئله سوء مدیریت یه مشکل عمده است. یعنی شما از مسئله آب اسم بردید که 100% مسئله بسیار بزرگی است توی ایران. من میخوام در کنارش به آلودگی هوا هم اشاره بکنم که هیچ وقت مسئلهش حل نشده توی ایران و هر روز داره بدتر میشه و مسلماً این مانع اصلی که بر سر راه محیط زیست توی ایران وجود داره مسئله مدیریت است. ما متخصصین بسیار خوبی داریم توی ایران که میتونن توی این زمینه کمک بکنن، میتونن کار بکنن، اما مدیریتی نداریم که بتونه از این منابع انسانی به نفع بهتری و به اصطلاح بهره برداری بکنه. آقای تاب محمدی، همونطور که میدونیم جمهوری اسلامی اخیراً به قطعنامه سازمان ملل درباره رسمیت دادن به حق برخورداری از محیط زیست سالم رأی نداده. به نظر شما این اقدام چه تبعاتی میتونه به دنبال داشته باشه، خصوصا اینکه فعالان محیط زیست مدت هاست درباره خطر از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم در ایران هشدار میدن و اونو مطرح میکنن؟ این هم مثل این یعنی من رو متعجب نمیکنه، متاسف میکنه اما متعجب نمیکنه. جمهوری اسلامی همیشه یه دولت، یه حکومت انزوا طلب بوده و هنوزم هست، هیچ وقت نمیخواد که با بقیه کشورهای دنیا همکاری داشته باشه توی هیچ زمینه. محیط زیست فقط یکی از زمینه‌هایی است که جمهوری اسلامی نمیخواد همکاری بکنه و مسلماً این قضیه بیشتر بر نتیجهش این میشه که جمهوری اسلامی بیشتر منزوی خواهد شد توی دنیا، بیشتر از مثلا جامعه جهانی کنار گذاشته خواهد شد و بیشتر مجبور خواهد شد که با مشکلات بیشتر و مسائل بزرگتری دست و پنجه نرم کنه.